حالا به اجازه بدید که با چند خبر دیگه برنامه رو ادامه بدیم در شهرستان ماسال گیلان مردم و جوانان قیام آفرین با شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمایی تظاهرات کردند امروز همچنین جوانان شورشی در تئاتر شهر تهران هم با شعار آزادی آزادی تجمعی رو شک دادند این علاوه بر همه خبرهایی است و تصاویری است که از وقایع امروز مشاهده کردیم که در شهرهای مختلف مثل سنندج و بوکان تجمعات بسیار گسترده شکل گرفت و کار به درگیری‌های خیابونی و تسخیر اماکن سرکوب و دولتی هم کشیده شد در اون شهرها اما در چند روز گذشته ما شاهد خیزش دانشگاه‌های کشور بودیم و همچنین تظاهرات‌ها و هایی و همچنین در دانشگاه تبریز شاهد بودیم که به کار یک درگیری هم اونجا کشیده بود و در این قسمت از برنامه همراه هستیم با خانم فروغ مویزی تا گزارشی داشته باشیم از خیزش های دانشجویی در این چند روز سلام میکنیم به شما خانم مویزی و خوش آمد میگیم به شما بابت حضورتون در این گفتگو من هم سلام میکنم به شما و همینطور همه همراهان عزیز این برنامه و تشکر میکنم از اینکه من دعوت کردیم و میتونم اینجا با بیانده های عزیزم مستقیم صحبت کنم در مورد خیزش های دانشجویی و نقش دانشجوها در قیامی که این چند روز شاهدش بودیم خب خانم موزی میشه برام بگید که در دانشگاه ها در این چند روز گذشته مشخصا این 24 25 و 26 آبان چه گذشته و ما شاهد چه تحولاتی بودیم این سه روز به دلیل اینکه سالگرد قیام آبان 98 بود یکی از مهمترین سرفصل های این قیام به طور واقعی به شمار میاد و از قبل از اون هم دانشگاه اعلام آماده کرده بودند و فراخوان ها و بیانیه های خودشون رو صادر کرده بودند طبق آماری که در خبرها اومده همین دو روز اخیر تا حالا 67 دانشگاه اعتراض کردن و در کل پروسه این قیام هم 124 دانشگاه حضور داشتن و در صحنه بودند که روز اول خیلی حضور پرشور بود و دیروز هم ادامه داشت و خیلی از دانشگاه اعلام کردن که روز شنبه هم دوباره این اعتراضات و اعتصاب ادامه خواهد داشت به طور خاص تاکید کردن روی اینکه به دلیل بازداشت دانشجوها ممنوع ورود کردن بعضی از اونها یا احکام تعلیقی که هست در حمایت از دانشجوهای بازداشتی و اونایی که حضور ندارن در دانشگاه اعتراضات رو ادامه میدن و همینطور در حمایت از شهدای قیام و شهرهای به جا داره که روی چند تا از دانشگاه هایی که خیلی صحنه در واقع پرشوری خلق کردن اشاره بکنیم در اعتراضاتی که طی این دو روز بوده از جمله دانشگاه کردستان که رژیم خیلی تلاش کرد با حضور نیروهای سرکوبگر و وارد کردن یکان ویژه اونها رو ساکت بکنه اما دانشجوها مقاومت کردن و خیلی راه های ورودی رو بستن مانع از ورود نیروهای سرکوبگر شدن و تقریبا تا ساعت هفت شب نیروهای سرکوبگر رو بادار و عقب نشینی کردن حتی در کلیپ ها و گزارش هایی که منتشر شده که از دانشجوها هست که توضیح میده که بیش از 500 نیرو وارد کرده بودن اما دانشجوها ایستادن و اونها رو بادار و عقب نشینی کردن و تاکید میکنه که ما 20 هزار دانشجو هستیم که تسلیم نمیشیم شعار محوری این دانشگاه هم امسال سال خونه سیدری سرنگونه بود یکی دیگه از موارد اعتراضات مربوط به شب گذشته بود در کوی دانشگاه تهران که رژیم برای اینکه دانشجوها رو ساکت بکنه و در واقع یک فشار و تهدید روی اونها اعمال بکنه و چی معاون دانشجوی دانشگاه تهران رو وارد صحنه کرده بود که دانشجوها هم مقابله کردن با اون و وقتی که وچی از اونها اثر از استیصال و خش بهشون میگه خسته نشدین با شعارهای کوبنده دانشجوها مواجه میشه که در پاسخ به اون میگن دشمن ما وحشیه یکیش همین وجهیه. و به اعتراض خودشون ادامه میدن همینطور دانشگاه دا آزاد تبریز بود که روز گذشته صحنه درگیری دانشجوها با مزدوران بود دانشجوها شعارهای خیلی قوی و رادیکالی میدادن از جمله شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب فقر و فساد گرونی میریم تا سرنگونی قسم به خون یاران ایستاده تا پایان 1500 شهید کشته آبان ما و بهش نگین اعتراض اسم شده انقلاب که نیروهای یگان ویژه و نیروهای موتورسوار سرکوبگر رژیم وارد دانشگاه شدن و همونجا دانشجوها رو مورد سرکوب قرار دادن که خیلی از دانشگاه دانشجوهای دانشگاه های دیگه تبریز از جمله دانشگاه سراسری هم در حمایت از دانشجوها دانشگاه آزاد جلوی دانشگاه جمع شدن و حمایت خودشون رو از این دانشجوها اعلام کردن نکته قابل توجه اینه که رئیس خود دانشگاه دانشگاه آزاد تبریز در ابتدا تلاش میکنه که دانشجوها رو هدایت بکنه به سمت خروجی شماره یک که به اونها میگه من شما رو در واقع از دانشگاه خارج میکنم ولی وقتی دانشجوها به اونجا میرن متوجه میشن که در انتهای این مسیر نیروهای سرکوبگر هستن به همین دلیل از مسیر دیگه از درب سوم خارج میشن که همونجا هم صحنه درگیری و مقابله با نیروهای سرکوبگر پیش میاد که خیلی از دانشجوها اونجا دستگیر میشن و همینطور با پینت بال بهشون مورد قرار میگیره و بعضی ها هم میتونن دانشجوها از دست نیروهای سرکوبگر نجات بدن و از راههای دیگه از دانشگاه خارج بکنن. یکی دیگه از در واقع حرکت های اعتراضی مهمی که شکل گرفت در دانشگاه جندی شاپور احواز بود که هم در واقع دانشجوها عکس ها تصاویر خامنه ای و خمینی رو با آتش کشیدن و هم با اشارهایی که داشتن با نیروهای حراست مقابله کردن و های دانش دانشگاه چمران و جندی شاپور در یک نقطه با هم متحد میشن و اعتراض خودشون رو به این شکل ادامه میدن همطور اعتراضات در خوابگاه ها هم ادامه داشت از جمله خوابگاه دانشجویی هست که در اعتراض به تعلیق صد دانشجو در این دانشگاه در واقع دست به تجمع زدند و تا پاسی از شب اعتراضات رو ادامه دادن بله خیلی ممنون یکی از ویژگی های جالب توی این اعتراضات دانشجویی همین شعارهایی است که دانشجوها خیلی خلاقانه برای هر موقعیتی خلق میکنن از جمله این شعاری که گفتی دشمن ما وحشی یکیش و چیه میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما اعتراضات این دور دانشجویان به نسبت گذشته چه تفاوتی رو شما توش میبینین با در تفاوت با اعتراضاتی که سابقا ما از دانشجویان در دانشگاه میدیدیم در واقع تفاوت خیلی جدی و کیفی رادیکال بودن و قوی بودن این اعتراضات هست ادامه دار بودن اونها که در واقع الان ما میبینیم وارد هشتمین هفته خودش شده اعتراضات دانشجویی و از طرف دیگه میبینیم که علیرغم اینکه رژیم شگردهای مختلفی در قبال دانشجوها به کار گرفته برای سرکوب اونها در برابر همه اینها دانشجوها مقاومت میکنن و تاکید میکنن روی ادامه اعتراضات به در واقع هیچ عقب نشینی نه تنها وجود نداره بلکه خشم اونها هر روز بیشتر میشه از جمله در واقع رژیم در دو لاین داره این سرکوب رو پیش میبره از یک طرف نیروهای سرکوبگر رو وارد میکنه که که در دانشگاه کردستان یا دانشگاه دیگه یگان ویژه رو وارد کرده که در این موارد دانشجو با شعارهای کوبنده مقابله اتحاد بستن راه ها مقابله کردند و در یک لاین دیگه تلاش کرده که با برگزاری جلساتی از طرف انجمنهای های وابسته به حکومت یا جلسات پرسش و پاسخ یا به اصطلاح تریبون آزاد کاری کنه که دانشجو از حالت در واقع اعتراضات دانشجویی از حالت رادیکال خارج بشه و خواسته ها در واقع تنزل پیدا کنه به موضوعات سنفی اما در همین جلسات هم دانشجوها یا بلند میشن اونها رو هو میکنن یا علیه موضوع های حکومتی شعار میدن و خلاصه زیر بار اون جلسه ای که رژیم گذاشته نمیدن از جمله در دانشگاه خواجه نصیر شاهدش بودیم که در مقابل این جلسات دانشجوها شعار دادن دانشگاه سپاهی نمیخوایم نمیخوایم نمونه های دیگه از ببخشید بفرمایید نه خیلی خواهش بدین شما نمونه های دیگه از اقدامات رژیم بود از جمله اینکه اخیرا برای توقف دانشجوها پیامک رو به اونها ارسال میکنه مثلا پیامک اینکه به خانواده اونها اطلاع میده که فرزند شما در تجمعات حضور داشته و مانع این بشین که نمونه اون رو در دانشگاه تهران داشتیم هم در دانشگاه های احواز و یک نمونه دیگه این که دانشجوهایی که در اعتراضات شرکت دارن رو از ورود به خوابگاه در واقع ممنوع میکنن و پیامک دادن که اگر در اعتراضات شرکت کنید نباید در خوابگاه بمونید و در واقع از خوابگاه اخراج میشین یک نمونه دیگه وارد کردن نیروهای سرکوبگر در خوابگاه هست برای دستگیری دانشجوها اما در مقابل همه اینها دانشجوها ایستادن و در واقع اون رو به یک صحنه اعتراض دیگه ای تبدیل کردن در قسمتی از بیانیه دانشگاه تهران به مجموعی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم اشاره شده و در نقطه مقابل اون پاسخ داده که جواب دانشجوها چی هست من بخشی از این بیانیه رو میخونم که نوشتن طی این مدت دانشگاه تهران هم مثل بقیه دانشگاه ها مورد سرکوب و تهاجم قرار گرفته از جمله اینکه با تحویل دادن دانشجوها جل... جلان دادن لباس شخصی ها در صحنه دانشگاه ممنوع ورودی لغو اسکان در خوابگاه تعلیق و پرونده سازی علیه دانشجویان منع ورود به دانشگاه در شتم دانشجویان توسط حراست اهانت و فحاشی به دانشجوها استفاده از است، شوکر توسط حراست و موارد دیگه تلاش کردن که ما رو ساکت بکنن اما تاکید کرده که ما این هفته هم مثل هفته قبل اعتصاب میکنیم سر کلاس حاضر نمیشیم و به اعتراض خودمون ادامه خواهیم داد و خواص خواهان آزادی فوری و سریع دانشجوهای دیگه شدن و گفتن به جای وعده های تو خالی و پوش اقدام سریع و عملی انجام بدین در این بیانیه اتفاقا تاکید میکنن روی اینکه دیگه چیزی که عیان شده تا این مدت اینه که چهره همه مزران رژیم روشن شده چه کسانی در... که تحت عنوان اساتید هستند چه کسانی که تحت عنوان هیئت علمی دانشگاه هستند یا هیئت اداره کننده دانشگاه هستند یا حتی کسانی که در حراست هستند مستقیما در سرکوب دانشجویان و تحویل دهی اونها به نیروهای سرکوبگر نقش داشتن که دانشجوها رو این تاکید کردن که همه این چهره ها برملا شده ما فریب این رو نمیخوریم و به اعتراضات خودمون ادامه میدیم یک نمونه جالب دیگه هم بیانیه دانشجویان دانشگاه هنر تبریز هست که در واقع با اشاره به اقدامات امنیتی که رژیم در دانشگاه داره اعمال میکنه روی اینکه این اقدامات باعث خشم بیشتر دانشجوها و ادامه اعتراضات شده تاکید میکنند. از جمله در قسمتی از این بیانیه اومده این اقدامات به همراه امنیتی شدن فضای دانشگاه ها نه تنها آبی بر روی آتش پرشکوه دانشجویان نیست بلکه به مثال نفت بر روی آتش است و به گسترده تر شدن این آتش و مهار ناپذیری آن خواهد انجامید ما دانشجویان دانشگاه هنر تبریز با محکوم کردن این اعمال شنی باری دیگر ندای آزادی خواهی سر میدهیم. و بعد هم گفته که تا زمانی که شاید ما این سرکوبگری و در واقع محدودیت ها برای دانشجویان دیگه و ممنوع ورود شدن اونها هستیم ما هم به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهیم داد و در کلاس های درس حاضر نخواهیم شد چرا که بوی خون کشته شدگان و صدای فریاد آزادی خواهان در بند و حس خیانت به یاران اجازه حضور نمیدهند. درواقع در واقع ما هم در شعارهایی که شما هم اشاره کردیم بهش که هر روز که میگذره قویتر و رادیکالتر از قبل میشه هم در بیانی های دانشجوها و هم در حضور متحد اونها در صحنه رو میبینیم که تفاوت کیفین هست که علیرغم هر نوع شیوهی که رژیم از دستش برمیمده انجام بده در این دور اعتراضات دانشجویی اما جز بر ازم جذب دانشجویان اضافه از نکرده و همچنان این اعتراضات ادامه داره و استمرار خودش رو نشون میده به عنوان نقش محوری که دانشگاه در قیام داره و شعارهایی که میبینیم در دانشگاه متولد میشه و در کوچه و شهر جاری میشه و در واقع مردم رو هدایت میکنه